بسم الله الرحمن الرحيم. زندگی ائمه باید تو زندگی ما ملموس باشه، الگو باشه، کارآمد باشه. باید سعی کنیم حضور امام رو ما تو زندگیمون احساس کنیم. همینقدر که ادعا کنیم امام رو دوست داریم کافی نیست. احساس حضور امام، ببینید الان شما محرم شده، شما محرم و احساس حضور کردید، چون لباس مشکی پوشیدید تو مجلس میای. انقدر آدم الان تو این ایران و جاهای دیگه هست، شما بگی محرم و عاشورا میگه یعنی چی؟ چون حضور محرم رو احساس نکرده، توجه نکرده. ما اگر صرفاً اعلام محبت کنیم کافی نیست، باید عمل کرده ائمه، زندگی ائمه تو زندگی ما خودشون نشون بده. وقت میشه کونو مع الصادقین، اینه که قرآن میفرماید کونو مع الصادقین، با اینا باشید، با اهل بیت باشید. ولذا یه وقتی یه کسی خدمت امام صادق عرض کرده آقا ما یه رفقایی داریم، اینا خیلی شما رو دوست دارن، محبت دارن، ارادت دارن، ولی خب اعمالشون هم مثل شما نیست. شما دروغ نمیگی، اینا دروغ میگن. شما دقل تو زندگیتون نیست، مکر تو زندگیتون نیست. خب اعمالشون، نمازشون مثل شما نیست، دوست دارن شما رو، ولی اعمالشون منطبق بر عمل شما نیست. خب دقت کنید، امام صادق فرمود والله ما انا به امامهم، به خدا قسم من امام اینا نیست. امام یعنی کسی که یکی معمومشه، پشت سرشه. بعد فرمود انا امام و من اطاعنی، من امام اونایی هستم که منو اطاعت کنن، از من پیروی کنن. السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام التقا و ذو النهى و اولی الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و الدعوة الحسنى و حجج الله على اهل الدنيا و الآخرة و الأولى و رحمت الله و برکاته.